تینا، یادته که تو اون دفعه هم سوگواری نکردی؟ سلام، از ولاگ آمادگی برای تولد دوستم و یه روز شلوغ. اول که من دارم حاضر میشم برم ورزش. حالا جریان تولد چیه؟ جریانه که ما این دوستمون رو میخوایم سورپرایز کنیم و دیگه مثلا دیدیم که آقا خیلی سخته بیرون سورپرایز کردنش. من بهش گفتم که دور همی داریم ما خونمون و دوستای منن و اینا، تو بیا اینجا و قرار بیاد اینجا، ولی دوستای خودش قراره سورپرایزش کنه، یعنی دوستای صمیمی خودش که دوستای منم هستن، ولی اون فکر میکنه که یه سری دوستای دیگه من اینجا هستن. آیا شما هم تخم مرغ خود را در شیر دوش درست میکنید؟ من عموما قبل از ورزش یه لیوان قهوه میخورم و یه دونه تخم مرغ. کرو هم همیشه در تصویر. کرو سلام. خانم محترم، میشه از توی ممنون یخچال بیای بیرون؟ چی میگی؟ دمپایی منو خب بریم یه ذره دیتاکس واتر درست کنیم. من معمولا لیمو میریزم اما دیتاکس واتر درست میکنم، ولی تا حالا از این لیمو گنده ها نریختم. لیمو شیرینه، لیمو شیرین نبود، خیلی بد بود. چرا سر صبحی باید لیمو ترش بخورم؟ وای تمام لبم شروع کرد سوختن. دیتاکس رو شما هر میوه ای هر چیزی میریزین باید یه 6 7 ساعت قبلش بریزین که اینا مثلا اون ویتامیناش و اینا بره تو خورد آب، سایست خوبی باشه فرداش استفاده میکنین. ولی من بیشتر برای اینکه بتونم یه میزان آبی بخورم و یه طعمی بهش بده مثلا توش لیمو میریزم. بریم برای ضد آفتاب و یکم برق لب که فمنن انرژی مونو ببریم بالا. برای زن بودن همیشه یک چیزی رو برای ورزش جا میذارم. مثلا الان عینک آفتابیمو جا گذاشتم و قراره که تا باشگاه کور بشیم. خب من رفتم ورزش، اگه میبینید قیافم اینجوریه چون مربیم پدرم رو در آورد و دیگه نمیشد براتون عکس و فیلم و اینا بگیرم به خاطر اینکه خب لباس ورزشی و اینا تنم بود دیگه. ولی الان بریم کادو بخریم. کادو خریدن برای آقایون از سخت ترین کارهای دنیاست، ولی من گفتم که میتونم براش اکشن فیگور بگیرم، ولی نمیدونم اصلا اکشن فیگور رو چی هست و اینا. بریم هدیشمال ببینیم که اکشن فیگور چی داره و این دوستم که خیام رو هم خیلی دوست داره، شاید که مثلا بتونیم یه چیز بگیریم براش، رباعیات خیام بگیریم با اکشن فیگور ببینیم چی داره. شاید هم نشه اصلا چیزی بخرم، نمیدونم. حالا من میخوام پشت فرمون برم، گفتم که مثلا دیگه ویدیو اینا نگیرم چون واقعا خطرناکه، ولی میخواستم بگم که این پادکست راف کده رو دارم گوش میدم و خیلی خفنه. پیشنهاد میدم که شما هم گوش کنید، تاریخیه، تاریخ معاصره بیشتر، ولی خیلی جذابه. الان هم معمای هویدا رو دارم گوش میدم اپیزودش رو. خب اومدیم حدیش، بریم توی توی ببینیم. کاش از باسن ملت عکس بگیرم. خب بریم توی توی ببینیم که اکشن فیگور چی داره. امیدوارم گیم آف ترونز داشته باشه و اینجا ما قضیه رو تمومش کنیم. خب اکشن فیگور نداشتن، الان میخوایم از اینا بگیریم، از این ماشینا، ولی نمیدونم کدومش رو بگم. این مکلارن یک چی بود؟ این لامبوردینی. خوشم هر سال میخوام ببینم کار. من همینو بده دیگه، من که سر در نمیارم. دیگه همینو گرفتم دیگه. بریم بالا ببینیم که رباعیات خیام هم میتونیم بخریم یا نه. چقدرم دستم میلرزه، پر وسیله مسیله است. خب خیام خریدم، دو تا کتاب هم از خودم خریدم، حالا میام بهتون نشون میدم کتابای خودم. اوف آقا
هایپر استارش گفتش که کارت به کارت قبول نمیکنه و من گفتم دیگه میرم خونه اسنپ فود و اینا اسنپ مارکت و اینجور چیزا میگم بیاره دیگه بی خیال شدم. خب این کتابو واسه خودم گرفتم، این هم همینطور، این هم اون رباعیات خیامی که کادو گرفتم، خیلی خوشگله چوبیه. حالا میخوام اولش یه چیزی بنویسم. صاف نوشتم؟ خب الان باید بشینم تکلیف های زبانم رو انجام بدم و خیلی خستم، کلی کار دارم، یعنی سنگین تن روزیه که میشه برای چی میگم بهش سورپرایز کردن یکی انتخاب کرد. حالا بشینم فعلا تکلیف های زبانم رو انجام بدم، با یه قهوه سر پا باشم تا ببینیم چیکار کنیم. ولی نمیرسم اتاقم رو جمع بکنم، احتمالا به بچه ها بگم وسایلشون رو بیرون بذارن. به تمیزکاری عمرن برسم امروز. خب من اومدم که حاضر بشم، یعنی کلاس زبان رو رفتم و بعدش هم رفتم دوش گرفتم، بعد سفارش اسنپ مارکت و اینا رو دادم. اومدم با تون حرف بزنم در مورد سوگ و دلم میخواست که این ولاگ رو اگه میخواین ببینین یه چیزی داشته باشه، همین جوری نباشه که مثلا ببینید من رفتم خرید کردم حاضر شدم و اینا. همیشه اینکه یه چیزی برای شما و برای خودم داشته باشه خیلی برام چیز مهمی بوده توی تولید محتوا. من خواستم از حس سوگ تعریف بکنم. من خدا رو شکر تا اینجای زندگیم خب مرگ عزیز خیلی نزدیکی رو نداشتم که ایشالله که برای هیچ کدوممون واقعا میدونیم که پیش میاد، متاسفانه میدونیم که پیش میاد، ولی خب آدم میتونه آرزو کنه که دیرتر این اتفاق بیفته واقعا. ولی خب انواع دیگه ای از سوگ وجود داره، مثل اینکه ما با پارتنرمون به هم میزنیم، کسی که روش حساب کرده بودیم، فکر میکنیم که توی آیندهمون قطعا نقش داره و باهاش آرزو ساختیم، باهاش برنامه داشتیم. و در واقع یه چیز دیگه که من هیچ وقت فکر نمی کردم که سوگ داشته باشه، از دست دادن کاری که عاشقشی بود و خیلی برای من تجربه عجیبی بود. آره داشتم میگفتم از دست دادن کاری که واقعا عاشقشی شاید یکی از چیزایی باشه که خیلی سوگ داشته باشه. و خب این همزمانم با من با کات شدن ارتباط من بود، ولی یعنی من هم یک سوگ رابطه رو تجربه باید میکردم و هم سوگ از دست دادن کارم رو. و یه چیزی که برای من در سوگ اتفاق افتاد و دوست داشتم و قبلا هم اتفاق افتاده بود اینه که من خودم رو با کار غرق می کردم، خودم رو با چیزهای مختلف سرگرم می کردم که این رو تجربه نکنم. مدلم اینجوری بود، مثلا اگر که از توی یک رابطه می اومدم بیرون، به جای اینکه اون رو اون غم از دست دادن، غم تموم شدن، یه وقتی اصلا شاید دیگه طرف رو اصلا دوست نداشته باشی، اصلا حتی دیگه حسی نباشه ها، ولی اون تایمه که باید بگذره رو باید بگذرونی. ولی خب من میرفتم توی یه ارتباط جدید یا خیلی کار میکردم و میخواستم که ناراحت نباشم، سفر میرفتم و اینا. این دفعه یه اتفاق جالبی که افتاد این که من با تراپیست قدیمیم یک ارتباطی گرفتم و تراپیستم به من یه حرف جالبی زد، گفت تینا یادته که تو اون دفعه هم سوگواری نکردی؟ یادته که اون دفعه هم انقدر کار کردی که خیلی هم خوب بود، دستاوردهای خیلی خوبی داشتی. ببخشید از لباس گلگلی، راحت تری لباسیه که میپوشم تو خونه، خیلی دوستش دارم. بعد میگفتش که یادته که اون دفعه هم تو سوگواری نکردی، یادته که اون دفعه هم کلی کار کردی، اون دفعه هم قصه هیچی رو نخوردی، حالا بشین این قصه رو بخور.
بشین تو تختت، اصلا افسرده باشه، اصلا حالت بد باشه، بذار حالت بد باشه. و من این شکلی بودم که من نمیتونم، من واقعا نمیتونم بشینم، من نمیتونم بشینم گریه کنم و شرایط من رو به این سمت و سو برد. یعنی من مجبور شدم که بمونم توی تخت، مجبور شدم که اون درد رو با پوست و خونم حس کنم. مثلا یه سفری قرار بود برم، اون سفره کنسل شد. یه مهمونی قرار بود برم، همه این کسایی که مثلا مهمونی بعد مثلا صاحب مهمونی ها تول کرونا گرفتن، مهمونی کنسل شد، تمام پلنهای من کنسل شد و من مجبور شدم این درد رو حس کنم. و رهایی بعدش و حس این که من چقدر شجاع بودم، چقدر من خفن بودم که اینو حس کردم و به خودم اجازه دادم هر جا که دلم خواست گریه کنم، هر جا که دلم خواست اشکام بیاد، هر جا که دلم خواست قوی نباشم. من زندگیم دچار یک تغییری شده و من برای این تغییر باید ناراحت باشم. مثل اینساید اوت هستش که نمیدونم دیدین یا نه، اگه ندیدین حتما انیمیشنشو ببینین. من نمیذاشتم که اون سدنس، اون عرصک کوچولو بامزه بیاد و خودش رو اکسپرس بکنه و نشون بده که آقا مثلا من هم هستم، من هم یک حسم و من هم موجودیت دارم. خواستم بگم که جوجه جان، اگه که الان توی این موقعیتی که چیزی رو از دست دادی، کسی رو از دست دادی، به هر شکلی، به هر فرمی، میتونه کارت باشه، میتونه عشق زندگیت باشه، میتونه یک عزیزی باشه که دیگه توی این دنیا نیست، بذار که گریه کنی، بذار که قفسه سینت تا تهش بسوزه، قفسه سینت اصلا احساس کنی قلبت داره در میاد، ولی بذار که این اتفاق بیفته، بذار که با تمام وجودت حسش کنی و شجاع باش برای اینکه این رو تجربه کنی و بعدش میگی آخش تموم شد. آخش مخصوصا توی داستان من که من میدونستم که در هر دو موردی که سوگ دارم تصمیم درستی گرفتم و وقتی که میدونی تصمیم درستی گرفتی، اتفاقا سوگواری خیلی کار درستیه، خیلی کار تمیزیه. همین. دلم خواست در موردش باهاتون حرف بزنم و تجربه خودمو بگم که اینجوریه و الان میتونم قوی باشم. از الان به بعد میتونم قوی باشم. میتونستم یه مدت قوی نباشم، هیچی رادی نداشت. هنوزم میتونم قوی نباشم، هنوزم این سوگه اینجوری نیستش که مثلا بشکم بزنی تموم بشه ها. ممکنه دوباره یه تلورانسی داشته باشه، ممکنه یه اتفاقی بیفته دوباره تو رو درگیر کنه، ممکنه حالت دوباره بد بشه. ولی موضوع اینه که اگه هی جلو خودتو بگیری، مخصوصا نسل ما دهه 70 دهه 60 که یاد گرفتیم زنهای قوی باشیم، همش قوی باشیم، حتی دهه 50 به نظرم، به خودمون اجازه نمیدیم که ناراحت باشیم، به خودمون اجازه نمیدیم که حس کنیم. به نظرم حس کنیم ناراحتی رو، شجاع باشیم. قوی بودن همیشه شکلش یه مدل یکسان نیست. اینم تو نور طبیعی آرایش من برای امشب. حتی موام هنو خیسه، بعد خشکش کنم دیگه. همین دیگه به نظرم همینقدر کافیه، بیشتر از این یعنی خط چش و سایه و اینا نمیخوام بزنم. بریم با هم دیگه بقیه کارا رو بکنیم. خب تصمیم گرفتم این پیرنمو بپوشم، نمیدونم معلومه یا نه.
آقا خودش اومد که ذره مثلا کمک من بکنه و اینا، که خونه رو جمع جور کنیم. من میز و اینا رو نچیدم هنوز، از گلا نشونتون بدم. این گلا رو براش خریدم دیگه، گذاشتم رو میز قشنگه. بعد دیگه فقط همینا رو گذاشتم رو میز، بقیه چیزا رو نذاشتم. گفتم بذار بچه‌ها بیان سورپرایزش رو بکنم بعد میزو بچینم. دیشبم به بهترین نحو ممکن برگزار شد و تموم شد. ببخشید که نشد خود مهمونی براتون فیلم بگیرم، معذوریت داشتم دیگه. اینکه لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و حمایت کنین که من بتونم دوباره برگردم توی یوتیوب و اینستاگرام و کلی محتوای خفن براتون بذارم.